یه دونه کوکوی ترکیه ای میخوام درست کنم، یه دونه پیاز خرد شده، سه تا سیر جعفری خرد شده یه پیمانه تو فریزر داشتم، کدو و فلفل دلمه ای، یه دونه فلفل دلمه ای، یه دونه کدو و دو پیمانه هم من دال استفاده کردم که شستمش و گذاشتم خوب خیس بخوره. حالا همه این مواد رو بهتون یاد میدم که چجوری باید با هم ترکیب کنیم. این و اینو، یعنی سیر و پیاز رو خوب سرخ میکنیم، اینا رو هم بهش اضافه میکنیم. براتون فیلم میگیرم. سیر و پیازتون رو با یه ذره روغن یه کمی تفت میریم. یه ذره که سبک شد این مواد رو بهش اضافه میکنیم، یعنی فلفل دلمه خرد شده و کدو. فلفل دلمه و کدو رو اضافه کردم. یه مقدار در حد اینکه یه کمی نرم بشه با پیاز و سیر تفت میدم. من معمولا ادویه هامو از قبل حاضر میکنم. یه قاشق چایخوری فلفل سیاه، یه قاشق چایخوری زردچوبه، نمک و فلفل قرمز رو با هم دیگه مخلوط کردم که موقعی که خواستم اضافه کنم. لازم نیست خیلی اینا سرخ شه. شما یکم تفتشون بدین کار تمومه. زیرش رو خاموش میکنی، آماده میشه که بره توی مولینه. اینم که شستین و بعد از 2 ساعت که خیس شده بود آب کش کردین. من غذا ساز ندارم، پس توی مولینکس اینا رو ریختم. حالا اون سبزیجات هم که بخار پز کردم بهش اضافه میکنم. سبزیجات بخار پزم که اضافه کردم، اون ادویه هایی که بهتون گفتم و ترکیب کردم هم اضافه میکنم و همینطور اون جعفری هم که بهتون گفتم دارم رو هم اضافه میکنم و میذارمش تا خوب اینا با هم مخلوط شه. به این اندازه که مخلوط شد کارش تمومه. آماده است برای اینکه مایتابه رو داغ کنیم و از اینا به اندازه کوکو یا کتلت برداریم و سرخ کنیم. این شکل ظاهری مواد کوکوییه که با دال درست شده. بعد از سرخ شدنش هم حالا نتیجه رو بهتون نشون میدم. بافتش باید این شکلی باشه. به اندازه یکی یه قاشق غذاخوری از اینا رو برداشتم، گذاشتم آروم آروم با یه کمی روغن، ببینید خیلی روغن نیست، باشه از 3 تا قاشق روغن میذارم آروم آروم چیز سرخ بشه. الان یه سمتشون سرخ شده، سمت پشتش رو گذاشتم. بعد که یه خورده سرخ میشه من اینا رو میذارمشون روی دستمال تا یه ذرم اگه یه کوچولو روغنم داره چی گرفته بشه. این شکل نهاییه. من فر رو 400 درجه گذاشتم، میخوام اینا رو بذارم توی فر تا سفترم بشه. بازم عقیده خودتونه، میتونید بعد از اینکه به این مرحله رسید دیگه بذارید خنک شه و سرو کنین.